سلام، روزتون بخیر. تصمیم گرفتیم یه پلیلیست جدید در رابطه با وینچون. چرا وینچون؟ بحثای فیزیولوژیش، بحثای علم تمرینش، بحثای کاربردیش تو زندگی من چه تأثیر داره؟ کلن یه بحث علمی و کاربردی در رابطه با اینکه من چرا باید وینچون رو انتخاب کنم، داریم استارتشو میزنید. با ما همراه باشید. بحث اولمون در رابطه با عدم محدودیت. ما مدعی این هستیم که وینچون محدودیت نداره. یعنی چی؟ یعنی بانوان قلب کوچیکتری دارن، ویو تو مکس پایینتری دارن، یه سری فعالیت‌ها با اینتنسیتی بالا رو نمیتونن انجام بدن. به خاطر همین ما میگیم وینچون رو میتونن انجام بدن، چون ما رقص پایی نداریم، ضربان قلب رو نمیبریم بالا، کاتکولامین ها رو به حدش نمیرسونیم. به خاطر همین بانوان هم میتونن انجام بدن، چون از نیروی حریف داریم استفاده میکنیم علیه خودش. پس اونی که زور کمی داره، حالا چه میخواد خانوم باشه، چه میخواد سالمند باشه، چه میخواد کودک باشه، میتونه استفاده کنه علیه طرف، از نیروی خودش استفاده کنه و با تخلیه ها و جابجایی ها استفاده میکنیم. اگر شما مشکل جسمانی داشته باشید، محدودیت حرکتی داشته باشید، همین که فقط مد از دو تا دستتون بتونیم استفاده کنیم و بهره ببریم، میتونید وینچون رو شروع بکنید. یعنی اگر احیانا مثلا شما پاتون مشکل داره، ستون فقراتتون مشکل داره، دیسکی زده بیرون، اینها به ما کاری نداره. ما توی وینچون از دست ها استفاده میکنیم. دست رو باید داشته باشید تا بتونید از خودتون دفاع کنید. وزن برای ما مهم نیست، چون ما نه پرشی داریم، جامپی نداریم، ضربات پای بالا نداریم، فلکسیبیلیتی نمیخوایم. یعنی اصلا شما نمیخواد تمرین بکنی 180 درجه کار بکنی، در همین حد که پای معمولت بیاد جلو و بتونه ضربات مستقیم رو توی زانوی حریف بزنه، که همه انسان‌ها این حداقل حرکت رو میتونن انجام بدن، هیچ مشکلی نداره. پس نه چاق، نه لاغر، بلند، کوتاه، خانوم، آقا، بچه، سالمند، همه و همه میتونن وینچون رو با هدف دفاع شخصی تمرین کنن. یادتون نره، ما بعضن دیدیم سالمندی تو سن 65 سالگی داره بار فیکس میره، داره فعالیتایی با اینتنسیتی بالا انجام میده، یا یه رشته خاصی رو داره کار میکنه. ما اصلا صحبتمون این شکلی جنرال نیست. کسی که فعالیت بدنی میکنه، خب آره، چون از ابتدا فعالیت کرده، تو سن 70 سالگی هم میتونه اون رشته رو ادامه بده. مثل خیلی از اساتید وینچون تو سن 80 90 سالگی هنوز دارن تمرین میکنن. اینی که ما گفتیم محدودیت نداره، یعنی که شما تو سالمندی تصمیم گرفتی ورزش رو شروع بکنی، تا حالا هیچ نوع فعالیت بدنی نداشتی، حالا تصمیم گرفتی. شما قبل از اینکه وزنت افزایش پیدا کنه هیچ فعالیتی نداشتی، تو 140 کیلویی میخوای فعالیتتو شروع بکنی. تو این شرایط وینچون بهترین گزینه است. یکی از مزیت‌های هنرهای رزمی که ما در رابطه باهاش صحبت میکنیم، که قبلا هم مثلا به عنوان معبد شاولین مطرح بوده و مدرسه بوده و ازش الگوبرداری میکردن توی زندگی، اینه که من معمولا یه محدودیتی رو تو ذهنم متصور میشم که آقا من باید حتما به این حداقل برسم، بعد استارت بزنم کارم رو. حالا فرق نمیکنه هر هدفی که دارید میخوای بهش برسید، ولی وینچون بهتون یاد میده که آقا تو 40 سالته، ایرادی نداره، فکر نکن دیره. از اون ور 60 ساله هم فکر نکنه دیره. از اون ور اونی که محدودیت حرکتی داره، مثلا پاش مشکل داره، فکر نکنه چون محدودیت داره نمیتونه. نه، یه مزیتی که این هنر رزمی من یاد میده این که تو هر شرایطی هستی استارتو بزن، پیشرفت خواهی کرد. که من اینو میتونم توی زندگیم تطبیق بدم. یعنی شما تو هر شرایطی میتونی یه قدمی برداری. حالا شاید به واسطه شرایطی که داری، مثلا 60 سالته، نتونی قدمی بچه مثلا 14 ساله رو برداری و سرعت پیشرفت اون شیب نمودارش خیلی بیشتر از شما باشه، مهم نیست. مهم اینه که شما قدم جلو برداری، مهم اینه که شما یه پله نسبت به دیروزت پیشرفت داشته باشی. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. ما داریم یه حرکت جدیدی تو وینچون رقم میزنیم. اگر شما هم ایده دارید برای ما کامنت کنید. با ما همراه باشید تا هفته بعد. دمتون گرم.